سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای حامد عسگری، شاعر و نویسنده، به کتاب باز خیلی خوش اومدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی خوشحالم که برای بار سوم مهمان شما و این برنامه شیرین قد بلند فخیم رو مهمانم و امیدوارم شب خوبی بشه. ارادتمندم. امیدوارم که توی هر کدوم از فصل‌های کتاب باز شما حداقل یک بار به ما در واقع این افتخار بدین و مهمان ما باشید. افتخاری برای من بوده قطعا. من یه چیزی که همین چند لحظه پیش فهمیدم و خیلی نگران شدم اینه که متوجه شدم که شما در این ایام به بیماری کرونا مبتلا شده بودین. بله، من 26 اسفند سال گذشته متوجه شدم که چشایی و بویایی ندارم. از دوست پزشکی استعلام گرفتم، گفت میتونه کرونا باشه. تست کرونا دادم و 48 ساعت بعدش مثبت شد. من اینکه گفتم ناراحتم، هم برای اینکه شما مبتلا شدین ناراحتم، هم الان ته دلم راستش کمی از شما واهمه دارم. نه، پاکم. دوست عزیز حامد عسگری هستم، با یک ما پاکی. ولی به هر حال الان 2 متر فکرم هست. چه جوری بود؟ چطور گذشت؟ چقدر سخت بود؟ نمیدونم. حالا بذار این جمله رو نگم. ببین، کرونا لگدش به من لگد آرومی بود و نمیخوام مثلا میگی طرف توی عالم خواب دیدنش که خیلی اوضاع خرابی داره تو اون دنیا، گفتن که چرا تو که عابد و زاهد و به خاطر یه الحمدلله. گفتن چطور؟ گفت بازار بغداد آتیش گرفته بود، مغازه من سالم بود. گفتم الحمدلله که مغازه من آتیش نگرفته. نمیخوام این الحمدلله از اون الحمدلله باشه، ولی مواجهه من با کرونا یا کرونا با من یه مواجهه نرمی بود. 3 شب تب داشتم، 1 هفته بدن درد و کوفتگی و 1 شب هم مثلا سرفه و نفس تنگی و بقیهش رو خب قرنطینه کامل رو رعایت میکردم، به این دلیل که بچه هم، همسرم، خانوادم اینها مبتلا نشن و الحمدلله گذشت و پشت سر گذاشتم و الان هم خدمت شد. الان احتمال ابتلای دوباره هم براتون وجود داره؟ اینجوری که چون پزشکا گزارش های مختلفی شده، شما به هر حال یه بار مبتلا شدین احتمالاً بیشتر پیگیر بودین یا دیگه خطرش کم شده براتون؟ منم همین هر دو قول رو شنیدم. یعنی یه عده میگن هیچ چیزی نداره، این ویروس خودش رو بروز میکنه و شاید دوباره بخش دیگری از بدن شما رو درگیر کنه. یه عده هم میگن نه، حداقل تا 4 ماه شما ایمنید و پاتنش توی بدن شما وجود داره. الان بیشتر مراقبین یا یه ذره خیالتون راحته؟ راستشو بگین. نه، خیالم راحته. راحته؟ آره، درسش ریخت توی من دیگه. یعنی هر جا میرین قشنگ دست میزنیم؟ نه اینکه سهلنگاری و اینها ندارم، ولی دلهوره ای رو که الان شما دارین من دیگه ندارم. من تازه دلهوره هم بیشترم شد تازه با این، با توجه به اینکه شما مراقب نیستید یه ذره. حالا هم تکیه داده بودین راحت باشین. نه، خواهش میکنم. نه، مراعات که میکنم، ضد عفونی و شستشو دستا و حفظ فاصله و بعد در ایام قرنطینه. بله. چه میکردید؟ کتاب میشد بخونین؟ جون داشتین برای کتاب خوندن؟ فرصتی بود؟ اصلا چه جوری گذشت ایام قرنطینه؟ کتاب که میشد بخونم، بله، ولی کار فکری و ذهنی خورده، نه به خاطر خود کرونا، به خاطر داروهایی که میخوردم. من داروی داوانکس مصرف میکردم که برای عفونت ریه است و توی اون بروشورش خوندم که نوشته بود مثلا دلاشوبی و دلشوره و اینها میده. خب توی خوندن کتاب خیلی کمکت نمیکرد، ولی با این همه مثلا من توی همین ایام
کرونا بود که نمیدونم پیون یانگ امیر خانی رو خوندم، آقا رضا رو خوندم، بیشتر فیلم دیدم و پادکست گوش کردم. و پادکست چی گوش میکنین؟ پادکست های مورد علاقتون که اگه بخواین پیشنهاد کنین به بیننده های ما. پادکست های احسان عبدیپور رو گوش میکردم. یه پادکستی هم هست که قصه تولید فیلم ها رو میگه، حالا فیلم های قدیمی خودمون و فیلم هایی که یه قصه پشتش بود، از آژانس شیشه‌ای، یه حب قند، شب 29. و یک کانال پادکستی هم هست تحت عنوان داستان شب که اون رو هم عضوم و گوش میکردم شبها. و قرنطینه یک فرصت خوبی بود برای من. چه فرصتی؟ ببین نمیخوام از این نگاه برم که بابا حالا که مثلا اتله گریختی و این اتفاق افتاده، حالا داری ادای روشن فکری و از این ادایی قورباغه‌ات را خودت قورت بده و از این صحبت ها که بگم حالا مثلا فرصتی بود برای، ولی من با توجه به اینکه یه بحرانی رو مثل زلزله پشت سر گذاشته بودم، خیلی مدیریتش برای من سخت نبود. من خب خیلی فکر کردم و خیلی حدود 16,000 کلمه هم تولید داشتم. تولید شعر یا داستان؟ روایت های روزای زلزله، گرونامه. چقدر جالب، یعنی کتاب خواهد شد؟ هنوز به این نتیجه نرسیدم که آیا حرف های من توی اون شبها و روزها برای مخاطبم ادامه، یعنی مهم خواهد بود یا نه. به یک سرانجامی برسه. به چند تا از نه قالبش الان قالبش ناداستان. ناداستان بله. داستان خودتون رو تعریف کردید. بله بله. و چه درسی برای شما که مبتلا هم شدید، چون یه درسی برای اصلا جهان و همگان داشته این ایام، درسای زیادی هم داشته، امیدوارم بخش خوبش یادمون بمونه. خیلی نگرانم که بخش بعدش یادمون بمونه، بخش خوبش رو فراموش کنیم. ولی برای شما که تازه مبتلا هم شدین، با گوشت و پوست و استخوان حس کردید، چه درسایی داشت براتون؟ ببین آقای سعد، ما آدما خیلی دورورمون داشته بود، تو علم، تو تکنولوژی، توی دیجیتال، توی همه چی، و سند و رفرنس و مدرکی هم براش ندارم. میتونی بزنی زیر میز و بگی حرفت اشتباهه. اینو دل من میگه، ازم نه سند بخوان نه مدرک بخوان. ولی کرونا ما رو فرستاد تو اتاقامون به کارامون فکر کنیم. یه خلوتی آدم نیاز داره دیگه. حالا یه وقتی تو باید خودت خودخواسته حاسب و قبلا تحاسبو بشی، خودت خودتو محاسبه کنی، بالا پایین کنی قبل اینکه این اتفاق بیفته توی اون دنیا. یه وقتی هم هست که یکی باید پشت فرمون کنارت بشینه، بزنه روشونت، بگه پسر جان آرومتر. یعنی چی آرومتر؟ نمیدونم، یه خورده تو همه چی حس میکنم، چجوری بگم، رکیک شده بودی. نمیفهمم معنیشو. فصل بهار دیدی؟ بله قطعا دیدی. تو فصل بهار مثلا آدم برونگرا میشه، طبیعت میره، نمیدونم، یعنی انسان مهمونی به خودش قره شده بود. آفرین. ولی تو اصلا ذات پالتو اینه که تو درونگرات میکنه. آها. و این کرونا برای من اینجوری بود، مثل یه پالتو بود، مثل یه پالتو بود که تو بری تو خلوت خودت. ببین اصلا نمیخوام از این خروجی، این خلوت به خدا رسیدن باشه، خروجیش انسان متفاوتی شدن باشه، خروجیش هر چیز دیگه، نسخه‌ایه، برای هر کسی فرق میکنه.
تو شاید از یک مثلا یونس علیه السلام از شکم ماهی که اومد بیرون برای امتحانی رفته بود دیگه، یه ابتلایی بود، یه آزمایشی بود. ما هممون یونس های کوچولویی بودیم، مجبور شدیم حالا به خاطر کارهایی که کردیم و یا کارهایی که نکردیم بخزیم به دهان نهنگ های پنج شصم. کرونا یه ویژگی که داشت این بود که در تمام دنیا یعنی عالمگیر بود، یک پاندمی بود دیگه. بر و ویژگی عجیب ترش که خیلی قابل تحمل میکنه اینه که فقیر و غنی نمیشناسه. نمیگفت که برای این طبقه یا اون طبقه آدمای مختلف، بله، از گروه های سنی، نمیدونم زن نخست وزیر کانادا درگیر میشه، تام هنگس هنرپیشه، آقای بوریس جانسون در انگلیس اینجا، و این آدم نشون داد که همه ماها هر جای دنیا که باشیم، در هر طبقه اجتماعی باشیم، در هر گروهی که باشیم، یادمون نره که آدمیم، بله، از یک پیکر واحد هستیم. و طبیعتاً امثال شما که دست به قلم دارید با اون شاخک‌های حسی حساس‌ترتون نوشتن تجربیات این دوران خیلی به نظرم خواندنی‌تر میتونه باشه. من واقعا کنجکاوم، چون چند تا از نویسنده‌های ما مبتلا شدن به کرونا، از نویسنده‌های ایرانی، از جمله شما، یا من مطمئنم حتما خانم رولینگ نویسنده خالق هری پاتر حتما در آثار بعدیشون ما می‌بینیم کرونا. آره، چون مبتلا شدن. و خب امیدوارم شما از این کنار این اتفاق نگذرید. یعنی نه، نوشتنشو که نوشتم آقای صحت من، ولی معمولا تجربه ثابت کرده که شما تو وقتی تو بطن یه قصه هستی اشراف به همه جوانبش نداری و همه اضلاعشو خوب نمیبینی. راجع به ابر اتفاقهای جهان هم کارهایی که توی لحظه اتفاقش و در لحظه حضوری که اون اتفاق افتاده بوده، حالا جنگ بوده، زلزله بوده، هر چیزی، معمولا هیجان قصه میچربیده به دیگر ارکان باعث و مقوم اون کار. باید که شعری هم این مدت سرودی؟ یک غزل نوشتم توی این ایام که حالا هواش یه مقداری کرونایی هست. گفته بودم که گرچه خلوت، گرچه خسته، گرچه بیسو و سراغ، خوابهایی در قفس دیدیم با تعبیر باغ. از اناری حال دل پرسیدم امشب، گفت خون. لاله را گفتم خبر تازه چه داری، گفت داغ. ما برادرهای من را دفن کردیم ای دریغ، زیر حجم سایه سنگین کاجی از کلاغ. عدسه های عافیت را ارج ننهادیم، پس بوسه افطارمان افتاد به وقت فراق. می رود این روزها، گل می دهد لبخندها، باز بوی زلف یاری می خزد زیر دماغ. آرزو گرمی فضای جمع یاران بودن است، چه تفاوت گرمی وصلیم یا نفت چراغ. بسیار عالی، بسیار عالی. پراکنده خوندم ابیاتشو. شما داشتین میخوندین، داشتم فکر میکردم همینجور به آدمهای مختلفی که درگیر بودن، دیدم که من همینجوری حسی چقدر دلم میخواست که آقای لاریجانی هم خاطرات خودشون از این ایام مینوشتن. کسی که در کوران مسائل سیاسی بوده و یک دفعه باید فاصله بگیره، اون پالتوه رو انگار خیلی بیشتر حس میکنن. حتی میدونی که ما هیچ کدوم از مسئولین و مدیران به برنامه‌مون نمیان. چرا؟ خوبه که بین بچه بین خوبی. آره، خوبه بیاین. اصلا هم هیچ چیز سیاسی نداره، درباره کتاب صحبت میکنیم و
ولی هر مدیری، هر مسئولی، هر صاحب در واقع تصمیم گیری در هر رده‌ای که بودن، در هر رده‌ای گفتین و نیومد. بله، اصلا بارها و بارها خواهش کردیم از بالا تا پایین، مدیران عجب. حاضر نیستن بیان و درباره این که اتفاقا هم نمیخوایم بپرسیم چقدر کتاب میخونین و چی میخونین، چی دوست دارین، ولی نمیدونم چرا نمیان. هرچند که میدونم خیلی هم کتاب خون هستن، ولی کسی حاضر نیست به برنامه کتاب بازی. شما چند بار اومدین تا حالا؟ آدمای بزرگ. شما چند بار اومدین؟ من 3 بار. اگه مدیرشین دیگه نمیان، دیگه دفعه آخر خواهد. چرا میایم؟ بگیم نه، ما که مدیری برازنده ما نیست. نه، ارادتمندم. یه استراحت کوتاهی بکنیم و بعد درباره کتابی که به تازگی ازشون چاپ شده که خیلی خیلی من نسبت بهش کنجکاوم و سوال دارم، خال سیاه عربی صحبت کنیم. سوال اولم این خواهد بود، تقلب بهتون بدم، سوال اولم این بود که این خواهد بود که چرا این کتاب اسمش هست خال سیاه عربی؟ باش. اینم آماده باشین. در خدمت. سلام، در ادامه بسته های پیشنهادی این شب های کتاب باز، امشب با فیلم راننده تاکسی شروع میکنیم. بعد از گذشت 44 سال از اولین نمایش آن، شاید بتوان همچنان از فیلم سینمایی راننده تاکسی نوشته پل شرایدر به عنوان مهمترین اثر مارتین اسکورسیزی نامدار یاد کرد. فیلم پورتری است از جوانی سرخورده، افسرده و تنها به نام تراویس بیکل با بازی ماندگار رابرت دنیرو. تراویس که در جنگ ویتنام به عنوان سرباز نیروی دریایی حضور داشته، حالا از جریان زندگی اجتماعی جدا افتاده و از فساد گسترده‌ای که در سر تا سر شهر نیویورک می‌بیند در رنج است. او که نمی‌تواند شب‌ها بخوابد، کار کردن با تاکسی در تاریکی شب را انتخاب می‌کند، اما نمی‌تواند چشمانش را به آن همه تاریکی و فساد ببندد و دوباره دست به اسلحه می‌شود. در تمامی این سالها کم نبودند فیلم‌هایی که با الهام از شخصیت تراویس بیکل ساخته شدند و ردپای راننده تاکسی را به عنوان منبعی ایدئال برای ارجاعات سینمایی می‌توانید در بسیاری از فیلم‌های شاخص دنیای سینما پیدا کنید. برای نمونه فیلم جوکر، آخرین ساخته تاد فیلیپس را به یاد بیاورید. راننده تاکسی بدون زیاده‌گویی درباره قهرمانش تصویری کامل و پر از جزئیات از تراویس به نمایش می‌گذارد و با قرار دادن او در موقعیت‌های بی‌اندازه دراماتیک، قاب‌های ماندگار از مواجهه قهرمانی آسی و سرکوب شده با دنیای شلوغ و پر از دروغ و فساد آمریکا را به نمایش می‌گذارد. شماره این قاب‌های ماندگار از تراویس بیکل در راننده تاکسی بی‌اندازه است. قهرمانی که همچنان در پس ذهن تماشاگران فیلم زنده است و از آینه تاکسی کهنه‌اش آنها را می‌بیند. اگر تا به حال راننده تاکسی را ندیده اید، پیشنهاد می‌کنیم هرچه سریع‌تر خود را به این شاهکار برسانید. پیشنهاد مستند امشب زمانی که سلطان بودیم اثر لئون گست. به نظر شما چه واقعه یا اتفاقی را می‌توان قرش در جنگل نامید؟ این لقبی است که به بزرگترین اتفاق ورزشی قرن 20 دادند. مسابقه تاریخی بوکس بین جورج فورمن، قهرمان بدون شکست سنگین وزن جهان، در برابر رقیبش محمد علی کلی که در سال 1974 در کیناشاسا، پایتخت کشور جمهوری دموکراتیک کنگوی امروز برگزار شد. 60,000 نفر تماشاچی این مبارزه بودند که در انتهای آن محمد علی درست پیش از پایان راند 8 فورمن را به زیر افکند و برنده مسابقه شد. زمانی که سلطان بودیم ساخته لئون گست مستندی است درباره قرش در جنگل و در آن افراد مشهوری چون نورمن میلر و اسپایک لی از تأثیر این مسابقه صحبت می کنند. زمانی که سلطان بودیم از مستندهای جذاب و خوشساخت ورزشی است که بلافاصله بعد از اکران در سال 1996 میلادی با استقبال منتقدان مواجه و همان سال جایزه اسکار بهترین فیلم مستند بلند را نیز دریافت کرد. و اما پیشنهاد موسیقی امشب، موسیقی متن راننده تاکسی اثر برنارد هرمان.
برنارد هرمان یکی از خلاقترین و پرکارترین آهنگسازان تاریخ سینماست که به خاطر همکاری مستمر با آلفرد هیچکاک معروف است. موسیقی متن راننده تاکسی یکی از بهترین آثار اوست. تا بسته پیشنهادی بعدی، خدا نگهدار. آقای عسکری، اسم کتاب جدید شما خال سیاه عربیه. موضوع چیه و این اسم رو چرا انتخاب کردی؟ من میشه کتاب معرفی بله کنی؟ بله، خال سیاه عربی، سفرنامه حج به روایت حامد عسکری، انتشارات امیر کبیر. انتشارات امیر کبیر. بله. سال 1398 خیلی اتفاقی من به سفر تمتع دعوت شدم برای یه برنامه تلویزیونی که روایتش رو بنویسم و تو ایام حج ارسال بشه به تهران برای پخش در صدا و سیمای کشور. رفتم اون سفر رو و خب هم کار بود و هم عبادت بود و هم زیارت، و علاوه بر چیزهایی که در برای برنامه می نوشتم یک سری یادداشت‌های صوتی هم برای خودم توی گوشیم ضبط کردم. یه چیزی می دیدم، یه چیزی حدود 40 گیگ عکاسی کردم اونجا که یادم بمونه. بعد اومدم برگشتم تهران، اون یادداشت‌ها رو سر سامانی دادم و رجوعی داشتم به عکس ها، به صوت ها، به یادداشت های صوتیم و حاصل شد این کتابی. اصولا که اصولا عکاسی خودتون بلدین یا به صورت آماتوری کار میکردین؟ عکاسی رو دوست دارم و کتاب و مقالم خوندم براش، ولی با دوربین ندیگه، با گوشی، و خب حالا کیفیت گوشیم بد نیست، ولی نرفتم، یعنی عکاسی نرفتم به عنوان ارائه هنر عکاسی نرفتم اونجا، صرفا یه ثبت بود و نه تولید عکس. اینکه مثلا حالا اینجا یه صحنه ای رو مواجه شدم، خب این یه نکته ای داره برای نوشتن، من ثبتش کنم که یادم بماند که با کلمه این عکس ثبت بشه، که این اتفاق افتاد. و یک تهران یه برگشتیم و یک صبر کردم سفر حج تهنشین بشه در من، باز همون بحث هیجانش فروکش کنه، و با یک نگاه دیگه رفتم سراغ متن. یه چند مثلا یک ماهی تقریبا شبی 4-5 ساعت می نوشتم و به دست ویراستار سپرده شد. پیشنهاداتی داشت و تصفیاتی داشت و اضافاتی که حاصل شد کتابی رو که میبینید. سفرنامه حج قبلا هم چندین بار توسط نویسنده‌های مختلف، بله، ژانری اصلا بله. در ادبیات ما آره سفرنامه بله. که هیچ اصلا سفرنامه حج چی شد که فکر کردین این زاویه نگاه جدیدی وجود داشت؟ که از معروف‌ترین‌هاش خطی در میقات آل احمد، جلال آل احمد، که واقعا هم خوب خواندنی و ماندگاره. شما احساس کردید نگاه تازه‌ای به این سفر معنوی دارین؟ نگاه تازه‌ای ندارم، نه. نگاه شخصی دارین؟ ببین، حج هم سفر بعیدیه و هم سفر گرانیه. یعنی شما امروز تصمیم بگیری ثبت نام کنی، 13 سال دیگه نوبتت میشه. حالا تو این 13 سال چه اتفاقی بیفته و اشتیاقی رو که الان داری به حج که باعث شده بری و تو بری ثبت نام کنی، آیا این اشتیاق تو این 13 ساله چقدر دوام داره؟ تو تا 13 سال دیگه تو چه شکل آدمی هستی؟ و در هجوم این هجوم نذارم اسمشو، در انبوه این رسانه‌های جمعی که یک اتفاقی اونور دنیا بیفته اینجا ما متوجه میشیم، سعی کردم برم و اونجا یافته‌ها و دریافت‌های خودم رو بنویسم.
این رو هم عرض کنم خدمت شما، این کتاب شاید 60% حجه و 40% عربستانه، یعنی مردمش، رستورانش، خیابوناش، بوق زدناش، لباس پوشیدناشون، هتلاش، کوخاریای توی مکه و اینا رو هم من دیدم. یعنی صرف یک با یک متن دینی و یا یک متنی که اینها باشه مطلق مواجه نیست. سایر سفرنامه‌های حج رو خونده بودین موقعی که اینو می‌نوشتین؟ خسی در میقات رو خونده بودم و یکی دو تا سفرنامه قاجار. می‌خواستم نه به این دلیل که یعنی گفتم برم و بعد از این کتاب بخونم، چون اصولاً اهل سفرنامه خواندن هستین. سفرنامه خواندن انتخابم نیست، یعنی اینکه بخوام به عنوان یه ژانری برم سراغش و دغدغم باشه، ولی مثلا کارهای منصور ضابطیان خب دوست دارم، روایتش دوست دارم، روایت های اربعین پادشاهان پیاده فکر کنم، اون هم روایت و سفرنامه زیبایی بود، ولی این رو به این دلیل نرفتم سمت منهای جلال که خیلی سال پیش خونده بودم، نخوندم به این دلیل که شاید فرم و چارچوب ناخودآگاه در ذهنم اتفاق بیفته. و خب زندگی نامه چی میخونی؟ زندگی نامه نه نخوندم. اصولا حوزه مورد علاقتون چیه؟ من رمان و تاریخ دوست دارم. رمان؟ چند تا رمان و کتاب تاریخی به بیننده های ما معرفی میفرمایید؟ تاریخ سخت کشی، یه کتابی از تحت عنوان تاریخ سخت کشی که انتشارات نگاه منتشر کرده فکر میکنم، آقای عباس قلی قفاری فردم نویسنده این کتاب، یه نگاهی داره به انواع اقسام شکنجه هایی که توی سرزمین های مختلف پادشاهان کتاب ترسناکه. بله، یعنی اینکه فکر میکنی در گذشته چه اتفاقی افتاده و چه جوری آدم ها با این دنیا خداحافظی میکردن، خب ترسناکه. و یه سری اکشن بعد میکشتن پادشاه. بله بله، کتاب ترسناک. بله میفرمودین. و ادبیات چی؟ ادبیات الان دارم استالین جوان رو میخونم و کتاب دومی که دارم میخونم و یه سلسله کتابهایی که داره نشر اطراف زحمت میکشه، سلسله سفرنامه هایی که نویسنده هاشون خانومه، مجموعهشون منتشر شده که قاجارم هستن. سفرنامه عالی خانم شیرازی، جادور کردیم رفتیم تماشا، سه روز مانده به آخر دریا، سه روز مانده به دریا، خانم فردا کوچ هست. اینا هم خب کتاب های خوشمزه و شیرینیه که نویسنده هاشون هم خانومن. و چه خوبه که اسم نشر اطراف آوردیم. بسیار ناشر خوب، چه کتابای خوب. بله نجیب در حوزه و... بله جوستار هم خیلی فعالن و در حوزه ادبیات، یعنی آشنایی با ادبیات بسیار... و آشتی با ادبیات. بله، بله. بله خیلی زحمت، خیلی خیلی کتابای خوبی دارن چاپ میکنن. یا مثلا یک کتابی همین نشر اطراف داره، قصه ها از کجا میآیند، که خیلی با زبون ساده و صمیمی کمک میکنه به کسانی که دغدغه نوشتن دارن، دغدغه ادبیات دارن، دغدغه تولید دارن، حالا هی میگن از کجا شروع کنیم، چیکار کنیم. این کتاب حداقل کاری که با شما میکنین که ترس شما رو از اون صفحه سفید ورد و اون علامت چشمک زن میریزه، اینکه تو بالاخره از یه جایی باید شروع کنی. و همه رمان ها با اولین جمله شون شروع میشن و همین جمله اولی که شما رو ترسه که بریزه دیگه نوشتن آغاز شده. و نویسنده این کتاب آقای عبداللهی هم که خودشون نویسنده و فیلمنامه نویس و
قانونی هم بود فکر از بله. پرورش فکری هم چیز میکرد، یعنی از بل فیلمنامه های بله. زیادی، کتاب های زیادی و سالهای سال تجربه پشت این کتاب بسیار بسیار خوندنی است. من میخوام خواهش کنم اگه براتون سخت نیست یه بخشی از خال سیاه عربی رو به انتخاب خودتون بله. یه پاراگرافش رو برام بخونید. یه جایشو خودم خیلی دوست دارم، همون جاشو پس بخونید. توی جنگ رفتم به زیارت شهدای احد بله و عکس هم کتاب داره، مثل این که یه تعدادی عکس هم گرفتم که صفحه چند بود احد. آها، یک گله است به عربی جنگی توی سرم شیهه می کشند، سمکوبه هایشان که به هره ها می خورد جرقه می زند. مصطفی اسماعیل توی سرم می خواند والعادیات ذبحا فالمری، مصطفی اسماعیل توی سرم میخواند والعادیات ذبحا فالموریات قطها. شمشیرها از نیام شینگ شینگ بیرون میآیند مثل اول مختارنامه. من وسط یک معرکه دارم قدم میزنم، همیشه دوست داشتم خبرنگار بحران باشم و انگار مثل کسی که فوتبال را با جام جهانی شروع کرده باشد، من ایستادم به تماشا و کتابت جنگی در سفید دم تاریخ. احد رشته کوهی است شطوری رنگ در مدینه با سنگهای سیاه و کبود. خبر رسیده که مشرکان خواب جنگ دیدند به تلافی بدر. محمد ساز و برگ جنگ مهیا می کند. راحت طلبان می گویند بگذاریم بیایند. توی شهر پارتیزانی بجنگیم، زمین بدهیم، زمان بگیریم. این جمله ها آشنایند توی ذهنم. بوی غنیمت می آید، کماندارهای نگهبان تنگه اول توی ذهنشان بعد بلند فکر می کنند، می گویند پس ما چی؟ از جیبمان نرود، جنگ را که برده ایم حق مأموریت من چه می شود؟ یک هفته است آمده ایم دست خالی برویم خانه، برویم یک چیزی دشت کنیم، بعد هم در جنگ سر همین دین و سر همین اصول خرجش می کنیم، برویم یک چیزی کاسب شویم. من 1400 سال این طرف در داد میزنم، هنجره جر میدهم، انگار دارم توی آب فریاد میزنم، هیچ کس نمیشنود. من عربده میزنم، رسول گفت چه شکست چه پیروزی، تنگ را رها نکنید، صدایم آنقدری جان ندارد که 1400 سال به عقب برگردد. موریس جار بادی برنجی های حماسی نواز را غلاف کرده، سالن خاموش است، یک جایی روی یال یکی از کوها چوپانی بختیاری دارد، نی میزند، غریبی میزند، مرثیه میزند. ما جنگ تقریبا برده را دو دستی میدهیم و خلاص. خیلی خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. سلامت، خیلی ممنونم که اینقدر راحت از دوره ابتلا به کرونا صحبت کردید. خوشحالم که سر و مر و گنده اینجا نشستید و امیدوارم روز به روز با انرژی تر، سرحال تر و کتاب‌های بیشتر و بیشتر و بیشتر. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو میدونید که داریم. بله. لطفاً یکی دیگر رو بغل اون دو تا سردیس قبلی بذارید. منزوی بود و سعدی. بفرمایید، خواهش می‌کنم. آقا بفرمایید. ببخشید. خواهش می‌کنم. بله. من سری قبل سعدی برداشتم و زندیاد حسین منزوی. عالی. این سری به واسطه اینکه حالا سفرنامه حجم بود و ذکر خیر جلالم شد، جلال آل احمد بود. بسیار عالی. ممنونشم. فرمودید. یه عکس اجازه میدین بگیرم؟ بله. خیلی متشکرم. حالا درسته که خدا رو شکر همه چی خوبه، ولی حالا خیلی هم نشه، شوخی میکنم. شوخی میکنم، بعد دو هفته دیگه آدم خیالش میتونه راحت باشه. 3 2 1
حامد عزیز، ما همچنان آرزومون در این برنامه اینه که مردم بیشتر کتاب بخونن، بیشتر با هم حرف بزنن، مواظب سلامتی خودشون و دوستان و آشنایان و خانوادهشون باشن. انشالله که هرچه سریعتر و زودتر سایه ننگ این ویروس از کشور ما و از سر بشریت برداشته بشه و برگردیم به روزهای لبخند و بوسه و آغوش. خیلی خیلی ممنونم از شما و از که دعوت ما رو قبول کردید. ممنونم از شما. زنده باشید. خدا نگهدار. شب 25. نشدنها، نرسیدنها و کوبیدن بر درهای بسته. پیش از آن که گریه را آغاز کنی، بر دستمال سفیدت لاله‌ای بدوز که عشق لحظه با شکوهی است، چرا که هنوز آنقدر زنده هستی که چیزی آزارت دهد. دلوها به تاریکی چاه فرو می روند تا آبهای روشن بیاورند. گلهای زعفران بر خاکهای خشک می رویند و امید آن دورنایی است که هزار آتش و جنگ را پیمود تا بر شانه تو بنشیند، زخمی و خسته. چیزی جلوی افتادن خورشید را میگیرد، جلوی افتادن ماه را، زمین را، ستاره را. چیزی جلوی افتادن اتفاقها را میگیرد و شاید این اتفاقی که نمی افتد خود بخشی از یک اتفاق بزرگ باشد. بر در بسته چرا میکن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی آیه ها هستند که در لحظه ای بهشان میرسی و دلت میخواهد بعدش هیچ کجا نروی. دلت میخواهد زمین و زمان کنار آن کلمه ها تمام شود. کاش میشد نذر کرد آیه ای دور نشود، نزدیک بماند. آیه دور به چه کارمان میآید؟